امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنتی از لندن با ما همراهی میکنند. آقای ثابتی، اگر بخوایم که نحوه کار آپارات رو مقایسه بکنیم با نمونه های خارجی در همین زمینه، قوانین و برخورد با مالکان این پلتفرم ها چطور هست و چه شباهت ها و تفاوت هایی داره با ایران؟ نکنید اگه بخوام شبیه آپارات بگیم، خیلی از کارهای ایرانی هستن میدونن آپارات در حقیقت نسخه ایرانی یوتیوب هستش و خود حتی همین آقای شکوری که دستگیر در حقیقت محکوم شدن یه زمانی گفته بودن که فیلترینگ یوتیوب بهشون کمک کرد که آپارات رو ایجاد کنن، در اینکه خودشون میشه گفت یه جوری یک زمانی از فیلترینگ و سانسور اینترنت تو ایران منفعت می‌بردن. ولی اگر بخوام برگردم به سوالتون، هستش که یوتیوب در حقیقت همونجوری خودتون گفتی، یوتیوب، توییتر، فیسبوک، مثل آپارات اینا در به عنوان پلتفرم شناخته میشه، حتی مثل پلتفرم مثل اسنپ که تو ایران دارید یا مثل اوبر که توی بیرون از ایران دارید، اینا خودشون پلتفرم میگن. به همین دلیل میگن ما مسئولیتی نسبت به محتوایی که کاربر روی پلتفرم ما میذارن نداریم و این مسئولیت برمیگرده به کاربر. اتفاقی که افتاده این هستش که الان اتفاق گفته این هستش که این در حقیقت این برعکس شده کاملا و ایران داره میگه که حالا قاضی داره میگه که شما هر محتوایی که به پلتفرم منتشر بشه شما مسئول هستید. خب بخوام مثال غیر ایرانیش بزنم، این هست که ممکنه فردا روزی دولت آمریکا بره سراغ توییتر و بگه هر توییتی که داره منتشر میشه شما مسئول اون توییت هستید. وقتی که نگاه کنیم به در واقع به ابعاد این توییت ها و محتوایی که منتشر میشه، تقریبا غیر ممکن هستش که شما بتونید این محتوا رو روی پلتفرم ها مدیریت کنید. در نتیجه تن راهش این هستش که پلتفرم ببندید یا به صورت کامل فقط سانسور کنید، کاری که تو چین به صورت گسترده داره انجام میشه. وای ثابتی، با توجه به اتفاقی که الان برای مالک آپارات افتاده، حکمی که براش صادر شده و با توجه به گستردگی فعالیت اینو پلتفرم ها، چقدر فعالیت در این حوزه برای فعالین حالا خطرناکه؟ آیا اصلا قوانین مشخصی در مورد اینکه چه چیزی منتشر بشه یا نشه وجود داره؟ اگه مشکلی که وجود داره الان این هستش که این حکمی که صادر شده، این است اتفاقی که میفته این است که یه بدعت بدی گذاشته میشه. در سالهای قبل در مورد بلاک‌کوین اتفاق افتاد ولی خب محلفس شد تو جوکی آدم هستش. بدعت بدی خواهد بود این هستش که تمام پلتفرم‌هایی که داخل ایران هستن، حالا میتونه پیام رسان باشه، میتونه وبسایت باشه، میتونه حتی وبسایت خبری باشه، تمام این ها و حتی ممکنه یه روزی برن، وقتی شنیدیم و دیدیم که یه روزی برن سراغ یه اکانت روی اینستاگرام و بگن توییت و کامنت هایی که زیر اون اکانت زیر پست های شما هستش غیرقانونی است و طرفو محکوم کنن. این یه بدعت بدی هستش که در نهایت خروجیش این خواهد بود که شما کمتر افراد ببینید که پلتفرم و ایده های مختلف خودشون در داخل ایران در واقع گسترش بدن، ایجاد کنن و وقتی و این در واقع یه جوری خلاقیت از بین بره. ولی میگم کار خطرناکی هستش که انجام داده در واقع. حالا میگم از دولت ایران واقعا چون که همه چیز بعید از همه چیز ازش اتفاق میفته، ولی این در واقع خیلی خبر در واقع جرم و دامنه جرم خیلی گسترده کرده. حالا موضوع دیگه تناسب این مجازات هست با اتهام مربوطه 10 سال 7. آقای ثابتی، آیا برای انتشار یک ویدیو به نظر شما متناسبه؟ من حقوقدان نیستم، ولی مثالای غیر ایرانیشو بخوام بزنیم، چیزی که وجود داره این هستش که فرض کنیم مثلا بخوان به حبس هم بزنن، حبس رو نباید به مالک پلتفرم بدن، باید به کسی که محتوا رو منتشر کرده بدن. مثل این هستش که مثل این هستش که دولت بریتانیا، دولت آمریکا برن سراغ یوتیوب، فیسبوک و توییتر و بگن و یا حتی تلگرام چون توی ایران معروفه، بگن چون محتوایی که مثلا سازمان تروریستی القاعده یا داعش منتشر میکنه شما مسئول هستید و بعد ما شما رو به عنوان یک گروه تروریست، تلگرام به عنوان یک گروه تروریستی میشناسیم و شما رو محکوم میکنیم و به زندان میندازیم. دقیقاً از نظر میگم اصلا کل این مفهومی، کل این داستانی که یک فرد به خاطر اینکه یک نفر دیگه یک محتوای روی پلتفرم منتشر کرده کلا اشتباه هستش و یه بدعت بدی هستش. حالا اصلا در مورد این صحبت نمیخوام بکنم که چند، چون حقوقدان نیستم، چند سال هستش. مشکلی که وجود داره این است که شما نباید افراد رو به دلیل صاحب یک پلتفرم، یک ایده، یک اپلیکیشن رو به دلیل اینکه یک نفر دیگه یک دقیقه یه محتوای رو منتشر کنه محکوم کنید و به زندان بندازید. امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنتی از لندن، ممنونم از توضیحاتتون.